اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. دوستان عزيز و محترم، در این فیلم شما شخص را می‌بینیم که این شخص مصروف است، ذکرهای را می‌خواند و دعاهای را می‌خواند که به منفعت یک مسلمان است. او کوشش می‌کند که شب‌های عمر خود را به خاطر رضایت خداوند متعال جل جلاله سپری بکند. او کوشش می‌کند بنده صادق و راستگوی خداوند باشد، ولی در مقابل پسرش کسی است که به عوض این که در فکر و هوش آخرت باشد، به گوشهای خود کست خواندنا را مانده و با رفقای غلط خود که همه او را اونا را به طرف گمراهی میکشانه مصروف گناه می باشد، یکی مصروف گیم و ساتیری است، دیگرش مصروف قطبازی و گناه است، و باقی مصروف عذاب های و گناه های مختلف. اینها که تمام شب در معصیت سپری میکنن، ولی در مقابل آن شخص دیگر مصروف عبادت خداوند متعال جل جلاله است. شما ببینید که گناه چی نتیجه بد خواهد داشت و رفقای عمر انسان چند روز است و اگر خواسته باشه میتونه این عمر خود را در عبادت خداوند مصروف کنه، ولی بدا به حال کسی که به عوض این که به عبادت خداوند وقت خود سپری کنه، به ساتیری و به امور عمر خود مصرف میکنه که هیچ به دردش نمیخوره. حسن جوان است که بالای چپرکت خواب است و ساعت 11:30 بالاخره ساعت 3:08 است و اینا مصروف گناه و معصیت خداوند هستند. پدرش با شنیدن صدای این جوان از خواب بر میخیزه و میبینه که پسرش با رفقایش تا نزدیکای صبح مصروف گناه هستند. لباسهای خود تبدیل کرده و میره پسر خدا صدا میکنه که حسن بخیز، وقت نماز است، ولی حسن مصروف گناه است. حسن پدرت صدا تا ساعت چند باش حسن؟ بخیز بخیز برو نماز بخون، بخیز جوانا بخیز نماز بخون. رفقاش به عوض این که به نصیحت پدر حسن متوجه شون، همه مصروف گناه میشن و گپ او خوششان نمیه و منزلت ترک میکنه. حسن تنها میمانه و پدرش باش میگه که بخی وضو بکو، تلویزیون خاموش بساز و وقت نماز صبح نزدیک است.
حسن با رفتن پدرش باز هم گوشی ها را به گوش خود مانده و مصروف شنیدن موسیقی هست و به عوضی که او در وقت نماز موسیقی میشنوه و او با عوض این که در وقت شنیدن الله اکبر به طرف مسجد بره و یا هم موسیقی را خاموش کرده وضو بکنه، با عوض از این باز هم موسیقی را چالان میکنه و در وقتی که مؤذن الله اکبر میگه این موسیقی میشنوه و خودش هم حرکات با موسیقی میکنه. در این وقت است که این وقت است که او مصروف گناه است، ولی اسرائیل در حرکت است. اسرائیل به طرفش می آید و آهسته آهسته عذاب خداوند او را تعقیب می کند. او خواب است، خواب سرگرم، ولی تصویرش گرفته می شه. او از خود بیخبر است، در حالی که موسیقی میشنید به خواب میره عذاب خداوند حسن وقتی میبیند که اسرائیل به طرفش میاد و خطا میشود و تمام بگو که شما را ملک الموت، یعنی اسرائیل، کسی که بالای شما مقرر شده، شما را میبیند، یعنی روحتان را قبض میکند. بعد از آن شما به طرف پروردگارتان رجوع میکنین. حسن با دیدن ملائکه عذاب گریه میکند، میترسد. اسرائیل، اسرائیل، مرگ، مرگ. امروز چشمایش، چشمای انسان با دیدن ملک الموت بسیار تیز میشد. تکلیهش به یادش میاد، جوانیش به یادش میاد، سگرت کشیدنش، فوتبال، لط کردن دیگران و حتی دشنام دادن و لط کردن پدرش، گناهانش، اشتباهاتی که کرده، همش در این لحظه به یادش میاد. او همه را میبیند، من چی گناههایی میکردم. یک یک به چشمش میاد، عذاب خداوند او را میگیرد، روحش قبض میشود، گلویش خفه میشود. هر صاحب نفس میمیرد، مزایای مرگ را میچشد، باز به طرف ما رجوع میکنند. وقتی که اجل کس بیاید، یک دقیقه تقدیم و تأخیر نمیشود، یعنی در همان لحظه روح انسان گرفته میشه و به عاقبت خود روبرو میشه. اگر انسان نیکبخت باشه، توسط ملائکه های رحمت روحش گرفته میشه، ولی انسان های گناهکار توسط ملائکه های عذاب روحش به بسیار سختی کشیده میشه. در این وقت او میداند که اکنون وقت جدایی است. یک پای انسان با پای دیگه انسان دور میخورد. امروز روزی است که انسان به طرف پروردگار خود میرود. مرگ در جوان و پیر، هر کسی که دگیرش بیاید، او را میگیرد.
وقت جان کندن به حق نه. وقت جان کندنت آمد، این همان وقت بود که تو از او در غفلت بودی. روحایشان را بکشید. امروز عذاب اهانتبار را خواهید دید به سبب آنچه شما انجام داده بودید. شما بالای آیات خداوند استکبار می کردید. امروز روزیست که روح از جسد می براید و انسان حقیقتها را درک می کند. بعد رسان داخل خانمه، روحش می بینه ولی کاری کرده نمی تانه و حسن مانند یک چوبی خشک افتاده. حسن بخیز نماز بخوان. حسن بخیز. حسن پدرم حسن گم صلی گم بخی بچه نماز بخوان بخی. حسن حسن عزیزم حسن بادر گریه میتوند، روح انسان میبینه ولی هیچ کار کردن میتونه. انسان وقتی بمیرد جسدش در میدان افتاده حرکت نمی کند و روحش عاقبت بلی بابا می بینه. هیچ کسی رو نگاه نمی کنه. لا حول و قوت الا بالله العظیم. قبرکن خانه اصلیش رو برایش می کنه، قبر برش می کنه، مردشوی برایش کفن و تمام دوستانش او را بالای چارپایی برداشته و می آورم تا او را بشن. اما برای او می گریم و او به حالت خود حیران است. او که بسیار مغرور و با قوت بود امروز نمی تاند که هیچ کاری بکنه. دیگران او را می شوین، او را در میدان می برتن، دستا و پاهای قویش، جوانیش همه از کار افتاده و بیچاره در میدان و همه کس به حالت بیچارگی او اظهار دلسوزی میکنند. روحش او را میبیند، به طرفش نظر میکند و میبیند که جسدش چنان بی‌حس افتاده که همه با دیدن او مشغول گریه و زاری هند. روحش نمیتواند که دوباره به او بره، زیرا امر خداوند شده تا روح از جسد براید. اما برای او میگیریند. چشمانت امروز بسیار تیز میشود که تا تمامی حقیقتها را درک کنی. اما برای او قرآن تلاوت میکنن، اما برای او ختم میکنن. ولی انسانی که عمل نیک نداشته باشد کی میتونه برای او همکاری بکنه؟ قرآن رحمت است برای کسانی که از این رحمت استفاده میکنن، شفا هست برای کسانی که به قرآن ایمان دارن و مطابق احکام قرآن. پدرم
پدر من حسین. پدر من حسن هستم پدر. حسن در اینجا شیطان به تعقیب حسن میاد. شیطان او رو صدا میکنه. اکنون حسن با چشمان خود شیطان هم میبینه. حسن به اینجا اکنون شیطان در انسان گناهکار خطاب میکند که ای انسان غافل چی کارهای بدی نبود که نکردی؟ این شیطان است. به اینجا حسن مدوس توستم. بیا حسن مدوس توستم. دوستم هر کسی که از یاد خداوند غافل شد ما بر از او شیطان را مکلف می سازیم که اونم شیطان دوست از این باشن. من کسوستم که همیشه مرا تو اطاعت می کردی. از اونم وقتی که تو گمراه بودی مرا فکر تو بودم و من شیطان در هر جایی که تو بودی همراهی تو بودم. همراهی تو یک جای می گشتم. تو کسی بودی که مرا تو کامیات سختی سر خود من بالای عقل و قلب تو قدرت پیدا کردم. هیچ کس امر تو بغیر از من هیچ کسی تر امر نهی نمیکرد. من کسی بودم که تر با دوستان بد تو معرفی کردم. تو کسی استی که مرا پیروی از من شیطان کردی و احکام خدای تو فراموش کردی. وای خدایا حسرت ها ما چی بدی کردم؟ ما چی تو دوستی باید شد کردم؟ ما دوستت هستم. تو کسیستی که ما برای تو ما گناه ها را برای تو مزدار ساختم و برای تو امی قسم بسیار زیبا می ساختم. او مسکین تو در طول زندگیت مرا کشف نکردی که ما شیطان دشمن دوستم؟ تو فکر میکردی که تو آزاد هستی و هر کاری را که میکنی به اراده خودت است. تو غلام نبودی. من بودم که ترا رهبری میکردم. من شیطان ترا رهبری میکردم. حالا دیگه از زندگی دنیا برامدی. حالا تمامی پرده های غفلت از چشم برداشته میشن. چشم بسیار قوی شد و تمامی چیزها را میبینه و حتی ما را میبینی. حالا چی کردن میتونی؟ من دیگه چیز نیستم. صرف اونمو اعمال بدی توستم. حالا از پیش ما کجا میگروزی؟ از پیش ما کجا میگروزی؟ حسرتا تو از این حقیقت ها غافل بودی. امروز پرده ها را از چشمانت برداشتیم. چشمانت امروز بسیار قوی است. بسیار همه چیزها را میبینه. اینه بیبی که جسد در روی در جای ششتن است. هیچ کس صدای تو نمیشنوه. هیچ کس صدای تو نمیشنوه. تنها من صدای تو میشنوم. حال ای روح ای روح این حال با آب جوش غسل بکن. وقت انسان گمراهکار را برای ششتن میبرن دوستانش برایش آب مناسبی را پیدا میکند ولی بالای اعضای بدن او آب جوش عذاب خداوندی انداخته میشه. کسی که در تمام عمر خود غافل بود
جوانی و زندگی خود را فکر میکرد که برای همیشه هست، من قوی هستم، من جوان هستم، من سپورتمن هستم، من میتونم همه کسا. ولی امروز بیبی که با چشمان خود میبینه که افتاده، تمام اعضای بدن از او عاجز ماندن، هیچ حرکتی کرده نمیتونن. روحش اکنون در جسدش احساس میکند، اکنون بالایش دوستان او را میشوند، ولی بالایش بگی بگی آب جوش در بالای بدنت. تو خوب بسیار میگفتی که من بسیار انسان با عزت هستم و بسیار انسان با حکمت هستم. آلسه که عذاب خداونده و آب جوش احساس کن. نپتین بالای، نپتین بالای، رحم بکنین، رحم بکنین، عفو مغفرت تن کردت کار، رحم کو بالای، رحم کو بالای، خداوند بالای رحم کن، رحم کنین بالای، رحم کنین بالای، نپرتین آب جوش، رحم. بچش عذاب خداوند، تو خوب بسیار انسان با عزت و با کرامت بودی. این از عاقبت انسان، انسانی که بالای تخت مرده شویان قرار میگیرد، هیچ کاری کرده نمیتونه. مرده شوی کفنش را میپوشند و تمام دوستان به طرف او نظر میکنند و اقاربش به حالش گریه میکنند. ولی گریه اقارب چه سود؟ چه سود وقتی که عمل خود انسان بد باشد؟ ای دل تو را ندای مرگ هم شنیده نیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. بر تخت ناز و بالش ابریشمین من است، زیرا که از این جهان تو به کلی بریده نیست. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. چون کل نفس ذائقه الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده نیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چه اعتماد بنابود بودنیست. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، لوز قفس شکسته و مرغش بریدنیست. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بقا و دوام صرف به ذات خداوند متعال جل جلاله میزیبد. و انسان بیچاره، انسان بیچاره فانی هست. دوستانش بالاخره او را از خانه اش به طرف خانه اصلی اش میبرند و اعمال بدش چون حیوان، چون سگ بالای اعضای بدن او بالای جسدش میخوابد. او با چشمان خود میبیند که دوستانش او را به طرف قبر میبرند، او را حمل میکنند، بدانید که بقا صرف به ذات خداوند است، ذاتی که در دنیا باقی است و همیشه باقی است. ولی انسان فانی است و روز زندگی را بدرود گفته روز به خانه اصلی خود می رود، خانه قبر، خانه تنهایی، خانه تاریکی، خانه بیچارگی، خانه که در آن کجا میرین؟ کجا میرین؟ کجا میرین؟ مرا کجا میبرین؟ پدر من پیشرویت هستم، من بچه ایت هستم، هستم پدر. پدر چرا نمیشنوی؟ پدر صدای من نمیشنوی؟
برشان بگو که رو پایین کنن، برش بگوین که سگ از بالای جسدم پایین کنن، بگوین که سگ از بالای جسدم پایین کنن، بگو برشان پدر علی، بگو برشان شما خود دوستان هستین، بگوین برش، بگوین که او سگ از بالای ما پایین کنن. چرا جواب من نمیگین؟ چرا جواب من نمیگین؟ من شما را صدا میکنم. چرا جواب من نمیگین؟ آیا ما برات نگفتم؟ ما برات نگفتم که امروز چشمای تو بسیار قوی شده، امروز پرده ها از چشمایت برداشتند، تو همه چیز میبینی، همه چیز با حقیقتاش میبینی، مگر اینی بیچارهای مسکین هنوز هم در خواب هستند، یک روز اونا هم بیدار میشن. اما او سگ است، او تمثیل اعمال بد خودت است که او اعمال بدی که هر روز او انجام میده دیگه، اینمی دستان تو اینمی کار کرده، خودت اینمی کار کردی، خودت عمل کردی که مثل سگ بدن. روزی که انسان ببینه که آن چیز را که انجام داده با دستای خود، به زبان خود میگه که ای کاش من خاک میبودم، کاش که من خاک میبودم تا این روز نمیدیدم، ای کاش من خاک میبودم که هیچ دارا نمیدیدم. مرگ ناگه هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه الموت یأتی بغتتاً، مرگ ناگه هم و القبر صندوق العمل، قبر صندوقچه اعمال است. و باز در حدیث شریف دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که قبر یا باغچه از باغچه های جنت می باشد و یا کنده از کنده های دوزخ می شود. برای انسان نیکبخت، انسان مسلمان، باغچه از باغچه های جنت می شود. مرد کجا می پرتین؟ پدرم محمد علی، مرد کجا می پرتین؟ ببین به طرف پیش روید، آیا این چخوری رو می بینی؟ اینمی خانه اصلی است که در اوج تو زندگی میکن، این خانه است که همیشه منتظر تو بود، این خانه که در اونجا گرمها هست، حیوانات است، این قبر است، قبر. باز او را بمیرانن و او را قبر کنن. اینجا اینجا میگه کفنها پاره میشد، اینجا تمام اعضای بدن توته توته میشن، اینجاست که تمام اعضای بدن تکه تکه میشن و از وجود انسان اینا دوستا و رفقا و اونا به دست خود تر دفن میکنن، تر دنیم در خاک میمانه تا و تر به تنهایی میمانه و تر بدون صاحب و بدون دوست و بایدون رفیق در اینجا میمانه. شما در قبر با دوباره و نزد ما میاین، اما قسم تنها میاین که شما را در اول خلق کرده بودین. و شما تمامی جدایتان را ترک میکنین و تنها به طرف مومن. وا حسرتم، وا حسرتا، من چی به اشتباهات کردم؟ قبر که کنده از کنده های دوزخ میشود، آتش در آن تنگه. خدای من دوباره باز بگردان، خدای من از این حالت برگردان. Oh.
اینجا برزخ است، قبر است که انسان تا وقت تا روز قیامت در همین جا باشه. خدا من باشه مرا دوباره بگردان، مرا دوباره بگردان، خدایا مرا دوباره بگردان، خدایا مرا بگردان، خدایا مرا دوباره بگردان. چیه پس حسن؟ چی شده بالت؟ چی شده بالت حسن؟ بگو چیه پس حسن؟ ببخش مرا پدر، پدر جان مرا ببخش، پدر جان مرا ببخش، پدر مرا ببخش. چی گپ شده حسن؟ پدر مرا ببخش، پدر ببخش، میام سر اشتباه کردم. کسی که در انگامی که فرصت دارد حقیقت ها را درک بکنند. بدترین گناه بعد از خدایا، اگر پشیمانی بر گناهان توبه باشد، من از جمله پشیمانی هستم. خوشا به حال جوانی که چشمانش در جوانی باز باشد و به عبادت خداوند مشغول شود و از کارهای بد خود نگاه بکند و بفهمد که دنیا جای بقا نیست. خدایا در وقت جان کندن، در وقت مشکلات و در تنهایی قبر و در مشکلات قبر یار یارم باش. خدایا سختی جان کندن و تنهایی قبر و وحشت قبر را، و خدایا تو با من باش. خدایا مرا ببخش، خدایا از اعمال بدم توبه میکنم، خدایا تو گناهانم را ببخش. خدایا گناهانی که کردم و در آن گناهان مرا ستر کردی، خدایا او گناهانم را ببخش. خدایا مرا ببخش. خدایا در وقتی که دوستان جسدم را حرکت می دهند تو مغفرت می کنی. خدایا وقتی که مرا در بالای تخته مرده شده می پرتن و هر طرف می گردن، خدایا تو روح رحمتت در وقت داشته باش. خدایا وقتی که اقربا جسدم را و جنازه ام را انتقال می دهند، خدایا در حالت بیچارگی و تنهایی ام تو امرایم امکاری بکنی، و خدایا از باران رحمتت بالایم نازل کن، و خدایا چقوری قبرم را گشاده ساخت. خدایا در او خانه تنهایی و بیچارگی تو بالایم رحم کنی، تا ای که خدایا تو رحم بکن تا که بغیر از خودت با کسی دیگه انس و محبت نگیرم. ای پروردگارم، ای خدایا، ما مضى
انسان با عقل روزانه به قبرستان می رود، نه به خاطر این که گناهی بکند، بلکه قبرهای دیگران را می بیند تا از آینده خود که او هم روزی در امینجا آمده نیست و در پالوی سایر اهل قبر او هم در اینجا برای خانه اشتی باشد، او به اینجا آمده تا حقیقت زندگی را درک بکند و ببیند که در این قبرستان چه کسهایی بودند که همهشان منصب، مقام، مال، همه چیز داشتند، ولی کلشان در اینجا خفته اند به تنهایی، تاریکی، جای سخت و مشکل. به این خاطر انسان هوشیار در هدیره آمده گریه می کند و روز را به یاد می آورد که او را هم می آورند و در اینجا دفن می کنند. این انسان تمام هدیره را می گردد و می بیند که کسانی که مردن هیچ کاری کرده نمی تانند، نماز خوانده نمی تانند، توبه کرده نمی تانند، عمل کرده نمی تانند. هزاران انسان دفن است، لکن یک صدای هم بالا نمیشه. همه ایشان در زیر کودهای خاک افتادند. انسان هوشیار با ذکر مرگ خود به مسجد می رود، وضو می کند، نماز می خواند، توبه می کند و بر گناه های خود گریه می کند. این انسان هوشیار است، انسانی که چشمانش باز شده. خوشا به حال جوانی که زندگی بعد از مرگ خود را در یاد می داشته باشد، خوشا به حال جوانی که مرگش به یادش می باشد و می داند که روزی می میرد. به این خاطر ارتباط خدا با آخرت قائم می کند، از رفتگان پند می گیرد. قرآن عظیم شان را گرفته مطالعه میکنه، در به حقیقت های قرآن فکر میکنه و فکر میکنه که اینمی خاک است که یک روز انسان در زیر خاک، کودهای خاک دفن میشه و انسان عاجز است و هیچ کار کرده نمیتواند در آن وقت و صرف چیزی که به درد میخواد اعمال نیک انسان است. به خاطر ارتباط خدا با خانه خداوند مکان میکند، باز به قبرستان میاد و دوستان خود را میبیند و مردم هم میبیند که چه قسم در قبر در زیر کودهای خاک خواب کردن. بالاخره انسان رحلت میکند، انسان از این دنیا میره و بالاخره میمیره، ولی چیزی که به درد میخورد تلاوت قرآن عظیم شان، تلاوت قرآن عظیم شان که میتونه انسان همیشه خوشبخت بسازه، هم در دنیا و هم در آخرت. قرآن عظیم شان است که با فهم معانی قرآن انسان گریه میکند، از اعمال بد خود ندامت و پشیمانی میکند، از اسراف ای که وقت خود سایه کرده و در روزهای زیاد و شبهای زیاد مصروف گناه بوده است ندامت میکند و با تلاوت قرآن و دانستن حقیقتها از خدای خود مغفرت میخواهد، گریه میکند، به مسجد میرود، نماز میخواند، از پروردگار خود عذر میخواهد و بالای گناه های خود باز هم میگرید، باز هم میگرید، باز هم میگرید، باز هم نماز می خواند و با پروردگار خیش رابطه خود را قائم می سازد. این است انسان هوشیاری که پیشانی خدا به سجده مانده و در سجده از خداوند عفو مغفرت بخواهد. نماز وسیله نجات انسان از عذاب خداست و انسان بی نماز در آتش دوزخ می سوزد.